همزمان با حمله ارتش اسرائیل به مقر نیروهای سپاه پاسداران در دمشق، 5 تن از فرماندهان بلند پایه این ارگان نظامی کشته شدند. بعد از اون علی کریمی با استوری‌های عجیب و جنجالی با طعنه مطالبی رو بیان کرد که احوالات طرفداران حکومت رو به شدت متلاطم کرده. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم. قبل از ادامه اگه به ویدیوهای ما علاقه‌مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که 24 تن از سربازاش در غزه کشته شدند. این مرگبارترین روز برای نیروهای اسرائیل از زمان حمله زمینی به غزه بوده. ارتش اسرائیل اعلام کرد 21 سربازش در درگیری در مرکز غزه کشته شدند. پیش از این اسرائیل از کشته شدن 3 سرباز در حملات جداگانه‌ای در جنوب غزه خبر داده بود. همزمان بنیامین نتانیاهو گفته که دیروز دوشنبه یکی از سخت‌ترین روزها برای ارتش اسرائیل بوده، اما بار دیگه تأکید کرد که جنگ تا پیروزی کامل ادامه خواهد یافت. دیروز 21 سرباز در یک ساختمان در غزه کشته شدند و 3 چترباز در عملیاتی دیگه که اون رو مرگبارترین روز برای ارتش اسرائیل از زمان شروع جنگ اخیر در غزه کرد. ارتش اسرائیل میگه بیشتر سربازان کشته شده در ساختمانی مستقر بودند که با نارنجک انداز مورد هدف قرار گرفته. اسرائیل اکنون حملاتش رو در اصلی ترین شهر جنوب غزه در خان یونس متمرکز کرده، جایی که معتقد مقر اصلی نیروهای حماسه. پیشتر هم 5 مستشار بلندپایه نظامی سپاه پاسداران در ساعات اولیه روز شنبه در حمله هوایی اسرائیل به ساختمانی در دمشق، پایتخت سوریه، کشته شدند. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای گفته که تعدادی از نیروهای سوری هم بر اثر این حمله که در منطقه المزه دمشق رخ داد، کشته شدند. سپاه در بیانیه خود ابتدا کشته شدن 4 نفر رو که به نامهای حجت الله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی و سعید کریمی تأکید کرده بود، اما در مورد رتبه نظامی اونها چیزی نگفته. بر اساس گزارش ها نفر 5 محمد امین صمدی یکی دیگه از اعضای سپاه بود که در ابتدا به شدت زخمی شده بود و بعد جان باخته. خبرگزاری دولتی مهر نوشت که مسئول اطلاعات مستشاری سپاه در سوریه و جانشین اون در این حمله کشته شدند. بر اساس گزارش ها این حمله که اواسط صبح 30 دی ماه رخ داده باعث بلند شدن توده بزرگی از دود بر فراز منطقه المزه دمشق شد. سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتیک در این منطقه از دمشق مستقر هستند. گفته میشه که این حمله حداقل با 4 موشک انجام شده و بر اثر اون یک ساختمان 4 طبقه به طور کامل تخریب شده. ایران نقش کلیدی در حمایت از بشار اسد در طول جنگ داخلی در سوریه ایفا کرده. اسرائیل تا کنون در مورد حمله اظهار نظر نکرده، اما این کشور در سالهای اخیر حملات زیادی رو به اهداف مرتبط با ایران در سوریه انجام داده. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در پیامی این حمله رو نشونه استیصال اسرائیل دونسته و به شدت اون رو محکوم کرده. اون گفته که ایران این اقدام رو بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. وزارت امور خارجه ایران هم این حملات رو اقدامی تهاجمی و تحریک‌آمیز از سوی اسرائیل دونسته و از دولت‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته این حملات رو محکوم کنه. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته ایران حقش رو برای پاسخ به این اقدام در زمان و مکان مقتضا محفوظ میدونه. علی کریمی هم در این راستا با انتشار استوری طعنه‌آمیزی نوشت: یه سوال، یکی آبگوشت دوست داشته باشه باید چیکار کنه؟ هشتگ آبگوشت، هشتگ کتلت. ارزشی ها، پاشید برید، با شما کاری ندارن، چون شما رو اصلا آدم حساب نمی کنن که کتلتتون کنن. خدایا کتلت رو از سفره مردم حذف نکن. هشتگ کتلت جدید، هشتگ کتلت پزون. تا
تاکنون اسرائیل صدها بار مناطقی در سوریه رو که میگه اهداف مرتبط با ایران هستن هدف قرار داده. از جمله در ماه گذشته رضی موسوی، یکی از قدیمی ترین فرماندهان سپاه در منطقه، بر اثر حمله هوایی اسرائیل به حومه دمشق کشته شد. بعد از کشته شدن رضی موسوی، مقام‌های ارشد سپاه گفتند که در سوریه از بشار اسد گرفته تا دیگر افراد و با فعالیت‌ها و خدمات سید رضی آشنا بودند و اون برای اسرائیل فرد شناخته شده‌ای بود و دست کم دو بار از سوء قصد جون سالم به در برده بود. در سال‌های گذشته هم تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از جمله حسین همدانی، حسن شاطری، محمد علی مرادخانی و محمد جمالی پاقلعه در سوریه کشته شدند. هرچند اسرائیل به ندرت اقداماتش در سوریه و حملات به این کشور رو تایید میکنه، اما گفته که پایگاه‌های گروه‌های متحد ایران مثل حزب الله لبنان رو هدف قرار میده. در اوایل ماه جاری همچنین حمله‌ای که گفته میشه توسط اسرائیل انجام شد باعث کشته شدن صالح العاروری، فرمانده ارشد حماس در بیروت، پایتخت لبنان شد. چنین حملاتی از زمان آغاز جنگ اسرائیل در غزه بعد از حملات 7 اکتبر حماس به اسرائیل تشدید شده. این درگیری نگرانی هایی رو در مورد گسترش جنگ در منطقه به ویژه بین رقبای سرسخت اسرائیل و ایران و در بحبوحه یک سری بحران هایی که هم پوشانی می کنن ایجاد کرده. اسرائیل هم گروه فلسطینی حماس رو که مورد حمایت تهرانه هدف قرار میده و هم در حال تبادل آتش با حزب الله لبنانه که مورد حمایت ایرانه. گروه های مورد حمایت ایران در عراق و سوریه هم نیروهای آمریکایی رو در منطقه هدف قرار میدن و ایالات متحده و بریتانیا به حوثی ها حمله کردن. حوثی ها یکی دیگه از گروه های مورد حمایت ایران در یمنه که میگن در حمایت از مردم غزه و تا زمانی که اجازه کمک رسانی به مردم غزه داده بشه به کشتی های مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ حمله میکنه. چند روز پیش زمانی که ایران اقدام به حمله به نقطه‌ای در خاک پاکستان کرد، ترس در مورد درگیری حتی گسترده‌تر و بیشتر شد. ایران گفت که گروه تروریستی جیش العدل رو هدف قرار داده و پاکستان به تلافی این حمله به نقاط مرزی در سراوان استان سیستان و بلوچستان حمله کرده. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارشو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.